نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به گونه محتاطانه به پیروزی روند سال خوشبین است و در دیدار با خبرنگاران می گوید که امیدوار است پیش از انتخابات ریاست جمهوری در 31 ماه حمل یک توافق صلح با طالبان به دست بیاید. امیدوارم که طالبان و افغانهای دیگر از تاریخ انتخابات همچون یک ضرب العجل برای به دست آمدن صلح پیش از آن روز کار بگیرند. این امید من است و فکر می کنم که امید مردم نیز همین است. زیرا به هر اندازه زودتر که به صلح برسیم به همان اندازه بهتر خواهد بود. تلاش دکتر صاحب زرمل خلیزادی است که زمین سازی بکنه برای گفتگوهای صلح بر رهبری افغانها و مالکیت افغانها و حکومت افغانستان هم از این نقش امریکا استقبال میکنه. آقای خلیلزاد همچنان از تغییر در ترکیب گروه گفتگو کنندگان طالبان نیز سخن گفته است. به تاکید ورزیده است که توافق صلح افغانستان به گونه ای خواهد بود که به پیروزی افغانستان بانجامد. حکومت افغانستان برای ایجاد یک گروه مشورتی برای صلح برای زنی‌هایش ادامه می‌دهد و می‌گوید که ایجاد این گروه مشورتی صلح موازی با شورای عالی صلح نیست. ما استقبال می‌کنیم از تشکیل برد مشورتی و در کنار برد مشورتی می‌باشیم. هر لحظه که شورای عالی صلح افغانستان در او بخش ضرورت احساس شود ما همکار هستیم باشیم. جنگ و صلح در افغانستان دو گزینه هستند که طرفهای درگیر همکنون آنها را به پیش میبرند. اما تا هنوز هیچ یک از این طرفها نه پیروز میدان جنگ شده است و نه در روند گفتگوهای صلح به پیروزی رسیده است. ما در افغانستان راه حل نظامی نخواهیم داشت. پیروزی در افغانستان یک روند صلح به رهبری و مالکیت افغانان است. برای این کار نیاز است که فشارهای نظامی، اجتماعی و سیاسی داشته باشیم. در بخش نظامی وظیفه ما این است که اطمینان یابیم طالبان درک میکنند که در میدان جنگ پیروز نمیشوند. این مقام بلندپایه نظامی امریکا باور دارد که جنگ افغانستان همچنان در بنبست است. چند چیز باعث ازی شده که جنگ تغییر نمیکنه و در آینده هم تغییر نخواهد کرد. یکی است که منابع جنگ که او معلوم است، واضح است، او را نه کس ضربه زده، نه کس سر از او فشار آورده شده و نه او مجبور ساخته شده که از تروریستا یا از طالبا یا از مخالفین دولت دست بردار. تشکر از شما باید برم دیگه که آقای خلیلزاد که تازه از یک سفر سه روزه از قطر به کابل برگشته است در آنجا با طالبان نیز دیدارهایی داشته است. آقای خلیلزاد میگوید که طالبان به این نتیجه رسیدند که از راه نظامی برنده شدن نمیتوانند.